اکنون برای عیسی مسیح یک تشویق بسیار بزرگ دوستان عزیزم هنگامی که به حضور خداوند می آییم، همانطور که الان هست هر نوع چیز خوبی را پیدا می کند اما اینها را با سحر و جادو کردن نمی شود. درک با وجود درونی ما می شود. هنگامی که ما نمی توانیم به کلام خداوند گوش فرادهیم، هنگامی که به گفته با, با دقت تمرکز می کنیم، امروز از موضوع بسیار مهمی صحبت می کنم. خداوند چیزی را که از من می خواهد با شما به اشتراک بگذارم، در وسط یک سری از پیام ها هستیم و اکنون برابر با من باز کردن میکار را خواهش می کنم. با دقت گوش فرادهید. قلبتان را کاملا بکشایید. قسمت پنجم چهارمین آیه میکا پنج چهار و او میخواهد ایستاد و قوت خداوند و در کبریایی اسم یهوه خدای خیش گله خود را خواهد چرانید و ایشان با آرامی ساکن خواهد شد زیرا که او الان تا اکسای زمین بزرگ خواهد شد در اینجا از عیسی مسیح بحث میکند از خدمات او و از کسانی که به عیسی مسیح تعلق دارند از دو کاری که انجام خواهد داد صحبت می کند او مردم را هدایت خواهد کرد ما را هدایت خواهد کرد یعنی چه با قدرتی که مردم از خداوند می گیرند و خداوندیش با نام باشکو خداوند هدایت می کنند یک چوپان چطور گلش را هدایت می کند با رسیدگی به آنها وقتی که حیوانی را میبینید بینید گرگ و یا شبیه شیر داود یک بار و یا حیوان وحشی دیگری را با استفاده از اسای درازش کشته بود. آنها را می ترساند. اجازه نمی دهد تا گوسفندان را بگیرند. چوپان در ظهر گوسفندانش را به زیر سایه درخت می برد. چوپان گله های خود را به تراگاه و بهترین من ها می برد. همانطور که در مزامیر 23 آمده است، به مرتح های سرسبز نزد آب‌های راحت مرا رهبری می کند. و هنگامی که داود مزامیر 23 را می نوشت، کاملا محص شده بود. کسی که با عیسی مسیح حرف می زند، مانند یکی از عضو جامعه هست. خداوند چوپان است مکمل هست مرا در مرتعه های سرسبز می خواباند نزد آبهای راحت رهبری می کند به خاطر نام خود درونم را تازه می کند حتی از وادی سایه موت هم بگذرم هرگز از بدی نخواهم ترسید چون خداوند تو با من هستید. اصحاب چوب دستی تو مرا تسلی میدهد در حضور دشمنانم برای من سفره میگسترانی سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است حتی از وادی سایه موت هم بگذرم هرگز از بدی نخواهم ترسید چون تو با من هستی در اینجا یک آیه را گذشتم هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و تا ابد در خانه خداوند ساکن خواهم بود. خدمات عیسی مسیح این است برای ما چوپانی کردن است خواهرم برادرم نیازی به ترسیدن از حملات شیطان نیست چون تنها چوپان واقعی خود عیسی مسیح گفت که چوپان واقعی هستم او چوپانی است که هیچ نمیخوابد از چوپانی هست که هرگز خسته نمی شود او چوپانی هست که از هیچ محاسمی نمی ترسد و او چوپانی هست که می داند برای بررهایش چه باید بکند اگر نمی توانید با وسوسه ها مقابل کنید بروید و با چوپان خوبی حرف بزنید عیسی به دو ما را رهبری می کند. میکا 5 چهار و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در کبریایی اسم یهوه خدای خیش گله خود را خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساکن خواهند شد زیرا که او الان تا اکسای زمین بزرگ خواهد شد. حال برابر با من اشیاء را باز کنید. قسمت 49 اشیا 49 نو در اینجا میخواهد خواهد برای شما چیزی را نشان دهد. آیات 8 و 9 را می خوانم. این آیه برای جمع امروز هست. خدمات عیسی مسیح را دقیقا رسم می کشد و او زندگی من را این چنین برکتمند می کند. 49-8 خداوند چنین می گوید در زمان رضامندی تو را اجابت نمودم و در روز نجات تو را اعاعت کردم و تو را حفظ نمودم. عهد گم خواهم ساخت تا زمین را معمور سازی و نصیب های خراب شده را به ایشان تقسیم نمایی. در اینجا از ما بحث نمی کند. از عیسی صحبت می کند. او چوپان ما هست و در اینجا پدر به ایسا می میگوید با دقت گوش فرا دهید پدر با عیسی صحبت میکند دوباره بخوانیم خداوند چنین گوید، در زمان رضامندی تو را اجابت نمودم از چه زمانی صحبت میکنید قربانی کامل عیسی وقتی به تمام بشریت پیشنهاد شد و در روز نجات تو را اعاعت کردم و تو را حفظ مودم عهد گم خواهم ساخت تا زمین را مأمور سازی و نصیبهای های خراب شده را به ایشان تقسیم نمایی هر چرا که انسان به خاطر گناه آدم از دست داده خداوند توسط عیسی به ما دوباره می دهد بنابراین چوپان واقعی هست چگونه به ما پس می دهند با کلام مقدس وقتی که کلام موضع می شود به آن گوش فرا دهیم و یا کتاب مقدس را خوب بخوانیم کلام برای ما توصیف می شود اغلب ما تنها با یک آیه کوچک ایمان می آوریم چون اگر کمی ایمان باشد خداوند به ما چیزهای بزرگی ارائه می دهد حق شکای کردن را ندارید اما ناچیز هست نه حتی چیزهای کوسکی که به ما داده از مایحتاجمان بسیار بیشتر است هر مایحتاجمان را به ما میدهد و اگر شما تمام پتانسیل را در زندگی اجرا کنید خدا بیشتر از این به شما خواهد داد آنهایی که در نفرت خود نقاط ضعیف خود نفرت و غم و خود و در مشکلات و خیش اسیر شدند اشیا چل 9 و به اسیران بگویی بیرون روید و به آنانی که در زمتند خیش را ظاهر سازید و ایشان در راه ها خواهند شدید و مرتبه های ایشان بر همه صحراها ها کوهی خواهد بود. امروز عیسی مسیح به ما می گوید به اطرافیان تا موضع کنید. اگر تا خیر خیره در بدهی غرض شدید، خواهرم برادرم از این حیات می توانید رها شوید. دستوری که به شما داده شده بیرون روید و یا اگر ذهن پر از افکار بدی و کثیف شده عیسی به شما رها شدنشان را می گوید. چون در واقع او تاوانش را به جای شما داد شما مجبور نیستید که در معرض این هشدارها قرار بگیرید به خاطر هر نوع احساس اشتباه گناه و یا هر نوع مشکل دیگر خسته یا و اسیر شدید برای هر نوع مشکل کوچک و بزرگ خداوند به شما میگوید که بیرون روید خب اگر لازم هست که بیرون بروم بیرون میروم خب چطور باید بیرون روم با نام عیسی مسیح به حضور خداوند رفته و می گویم که پدر زندگیم را از این به بعد تغییر خواهد کرد. خدایا خسته شدم. نمیتوانم بیشتر تحمل کنم. دائم از خواستم و چیزی دریافت نکردن خیلی خسته شدم. خدایا از تو می خواهم و از کلامت پیروی خواهم کرد. همکنون تمام قدرت شیطان را از زندگیم از بین میبرم. میشکنم. می, برم. می شکنم. همکنون این فرمایش را به جای می آورم و بیرون میروم. البته که شیطان برای تغییر دادن وضعیت شما دست بر کاری میزند در قسمت ده آیه سی به اشعیا برمیگردیم بنابراین هرگز منصرف نشوید ابرانیان ده سی در اینجا خداوند به ما هشدار میدهد همانطور که در آیه این چنین میگویید ابرانیان ده سی و عادل به ایمان زیست خواهد نمود و اگر مرتد شود نفس من با وی خوش نخواهد شد اکنون به این هشدار گوش فرا دهید اگر با موقعیتی برعکس موازه هستید با گناه و یا سختی چه باید انجام دهیم پدر اکنون به وعده های تو می چسبم پدر با نام عیسی مسیح از این حالت بد بیرون می رویم. و اگر شما حرکت کنید سپس شیطان میآید و تلاش می کند شما را متقاعد کند هنگامی که شما باید زیاد دعا کنید این دروغ بزرگی است نامعتبر است فکر کنید که در اینجا کلید برگی وجود دارد که قادر به حل تمام مشکلات شما هست برای به کار بردن قدرت یک سیستم و یا استفاده از تمام قدرتم او را فشار می دهم و کار می کند اما بدون هیچ تلاشی فقط میتوانم لمس کنم کدام یک از این دو راه سیستم را به کار می اندازد هر دو می توانم برای فشار دادن دگمه همه قدرتم هم را بدهم اما تفاوتی نمی کند تلاشی که برای این می دهم بی است فقط برای رفتنم به کنارش می توانم باز کنم حتی یک کودک هم می تواند انجام دهد دکمه را فشار بده و وقتی که فشار دادید سیستم شروع به کار می کند قدرت ما هیچ تقویتی را ایجاد نمی کند آیا این نکته را گرفتید اما شیطان تلاش می کند تا شما را متقاعد کند آه بله باید بیشتر دعا می کردم خواهرم برادرم این هیچ علاقه با نیروی انسانی ندارد خشونت انسان هرگز منتر به حقیقت خداوند نمی شود. تنها یک تصمیم خدایا اکنون با نام عیسی مسیح دوستی دارم که موعظه می کند. نوه اسپورن چند بار به اینجا آمده بود. تامیو دل مرد جوان و بسیار بدی معتاد بود. در اوکلاهوما شهری که در آنجا بزرگ شده بود بسیار وابسته بود و یک بار بیش از حد مصرف کرده دوستانش ماشین را در بزرگراه نگه داشتند و او را بیرون انداختند چون او داشت میمرد وقتی در وسط جاده دراز کشیده بودم پیام عیسی مسیح به یادم آمد و به من گفت دکتر سوارس و گریه کردم بله و به خواب رفتم هنگامی که بیدار شدم آزاد بودم اشیاد و نو نو و به اسیران بگویی بیرون روید می توانید بیرون روید. آقای اسمیت یا خانم ویلیامسون، آن زندگی را پشت سر بگذارید. آن زندگی هیچ آینده ای ندارد. تو وابسته به آن بستر بیماری زندگی کردی. تو می توانی از این اسارت نجات پیدا کنی. تو در آنجا ماندی و گریه کردی. تو می توانی این قمندوه را پشت سر بگذاری. خدمات عیسی مسیح این است. خداوند تمام اینها را برای پسرش انجام داد که او بتواند ما را تقویت کند. الان باید این را بگویید همکنون با نام عیسی مسیح تمام و قدرت شیطان را می شکنم شیطان دیگر تمام شد من آزاد هستم به طور کامل و تماما آزاد هستم و خداوند منظر به پیروزی شما خواهد شد اشیاء 49.9 و ایشان در راه ها خواهند شدید راه های خداوند در راه های خداوند که پیش روی شما باز کرده تمام مایحتاج آزوگه را پیدا می کنید او یک چوپان است و به همین ترتیب از مراتع صحبت می کند و مرتبه ایشان بر همه صحراها کوهی خواهد بود پس شیطان نخواهد توانست شما را لمس کند و یا آسیبی به شما بزند ابرانیان ده سی و هش. لیکن عادل به ایمان زیست خواهد نمود و اگر مرتد شود نفس من وی خیش نخواهد شد امروز حیات متفاوتی را زندگی کنید و باور کنید هنگامی که دشمن شما را تحت فشار قرار می‌دهد به او بگویید از اینجا برو من دیگه تصمیم را گرفتم خدای من کارش را انجام می دهد ابرانیان ده سی و نو. ما از مرتدان نیستیم تا حلاق شویم بلکه از ایمانداران تا جان خود را دریابیم شکر و ستایش بر نام خداوند باشد شکر و سپاس بر ایسا باشد آیا تا کنون متوسط شدید هر کسی که بر ایسا مسیح می آید همیشه حرفای خوب می زند گناهکاران باید به این حقایق توجه بیشتری کنند. هیچ کس به دنیا نگفته که عیسی مرا فریب داده به من وعده ای داده بود که آرامش میدهد آیا هیچ آرامشی را پیدا نکردم او مرا شفا خواهد داد اما شفایی نداد با عیسی زندگی کثیف افتضایی هرگز نمی شود. فقط و فقط سعادت و خوشبختی می شود. کسانی که هنوز به عیسی نیامدن، کسانی که هنوز در وضعیت غم اندوه هستند، کسانی که برای زندگی بهتری امیدی ندارند، به عیسی مسیح بیایند. کمک عیسی مسیح همانطور که خواندیم دوباره به میکا برمیگردیم. میکا قسمت پنجم. میکا پنج چهار. و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در کبریایی اسم یهوه خدای خیش گله خود را خواهد چرانید. خواهرم برادرم، در این دنیا چه کسی از خداوند قوی تر است؟ چه نوبدی می تواند در برابر خداوند ایستادگی کند؟ البته که هیچ کدامش، عیسی مسیح هم می خواهد ما را این چنین هدایت کند. ما را به هر نحوی مدیریت نخواهد کرد. بلکه به این شکل می شود. نه اگر راه های را به خداوند اختصاص دهید و به خداوند اعتماد کنید. هر چیزی را که در زندگی نیازمند هستید خداوند برای شما انجام خواهد داد. او هر چیز واجب را انجام خواهد داد. او درد شما را از بین می برد. او تمام نیروهای بدی را پایین می آورد. برای مثال، شما امروز در این برنامه برکتمند خواهید شد. حال در حضور خداوند هستیم. چرا از عیسی مسیح می خواهید که هم اکنون شما را شفا دهد؟ البته که می تواند شما را شفا دهد. اکنون کسانی که مرا از خانه تماشا می کنند و از درد می نالن. دکتر سوارس، واقعا خیلی بیمار هستم. خواهرم برادرم به خداوند دعا خواهیم کرد. برای از بین بردن هر چیزی را که در زندگی ما سبب مشکل می شود و خداوند زندگیتان را لمس کند. مهم نیست که مشکلاتتان چیست. این روزا خداوند برای شفا دادن این دستا قدرتی که در من هست را استفاده می کند. گاهی اوقات هم چیزهای مرتبط دیدنی می شود. خداوند هر نوع مشکلات را درست می کند. اگر در دستتان مشکلی دارید، همه با هم کارهای بی‌نظیر و معجزه‌های خداوند را خواهیم دید. و آنهایی که در منزلشان نشستند شاید به اینجا نیامدند اما در منزلتان هم جلوی تلویزیون خود بیستید و الان خداوند به دستان شما شفا خواهد داد اکنون کارهای بینزی خداوند را ببینیم حال گفته هایم را انجام دهید و دستانتان را دراز کنید و برابر با من باور کنید خدای عزیز اکنون به حضور می آیم. برای این دست ها از تو میخواهم که پدر بیا و دستت را روی دست این افراد بذار و مس خود را بفرست به این دست ها قدرت خود را قدرت شفاعت را قدرت نجات دهنده را قدرت خلق معجزه ها را قدرت تجدید را و قدرت تصحیح را تمام کارهای شیطان را درست کن این برای شکوه و عظمت تو با نام عیسی مسیح آمین پدر ما باور می کنیم اگر مشکل در دست چپتان هست، دستتان را اینجا بذارید. اگر در دست راستتان هست، از دیگری استفاده کنید. اگر در هر دو دست هست، هر دوی آنها را استفاده کنید. این را انجام دهید. چشمهایتان را ببندید و سرتان را خم کنید. خواهرم برادرم، با ایمان تمرکز کنید. همکنون خداوند وارد عمل خواهد شد. چشمهایتان را ببندید، تمرکز کنید، باور کنید و برابر با من به همان چیز باور کنید. با نام عیسی مسیح نام پدر ما قبول نمی کنیم اجازه نمی دهیم و به درد دست این افراد و به همه بدی دستور می دهیم که همکنون از این زندگی ها بیرون برو با نام عیسی مسیح اون پدر با نام عیسی مسیح, مسیح قدرتت را باور می کنیم خدایا بیا و هر یک از این زندگی ها را لمس کن در اینجا در بین کسانی که با هم دعا کردیم برخی ها تحت عمل جراحی هستند دیگری تصادف کرده نقاط ضعف دارند خدایا در اینجا بعضی از افراد حتی نمیدانند که چرا دستشان حرکت نمی کند هیچ ورزشی نمی کند چون درد می کند پدر می خواهم با تمام قدرتت اینجا بیایی و قدرتت بر روی هر کس توضیح شود خدایا آنهایی را هم که در منزلشان هست شفا بده به همه آنها به هر یک از آنها پدر سرتا پای این افراد را بهبود ببخش پدر دست آنها را شفا بده. پدر، تمام مشکلات را از بین ببر. اکنون مسئولیتی را که به من داده ای را استفاده می کنم. این را برای شکوه و عظمت تو انجام می دهم. با نام عیسی مسیح. تمام اعمال جهنمی را لغو می کنم. و به تمام ارواح بدی دستور می دهم به ارواح ضعف، به که این دستها را معلول کرده، به که آنها را وارونه کرده، در واقعی که مانع کار روزانه شان شده همکنون به شماها دستور می دهم همین الان بروید از سر شانه تا نوک انگشتانشان بیرون بروید از اینجا بروید با نام عیسی مسیح عیسی مسیح تو را باور می کنم می دانیم که تو الان این افراد را آزاد کردی با نام عیسی مسیح حال مرا نگاه کنید و برای کارهایی را که خداوند در زندگیتان انجام داده شکر کنید. کاری را که قبلا انجام ندادید را انجام دهید. بدون هیچ ترسی، اگر بیشتر صبر کنید، هیچ کاری را نمی توانید انجام دهید. همین الان انجام دهید. با نام عیسی مسیح، چه چیزی را نمی توانستید انجام دهید؟ الان انجام دهید. دکتر سوارس، این را نمی توانستم انجام دهم. ده حتی تصور هم نمیکردم که انجام دهم. ده آیا خداوند شما را شفا داد؟ اکنون چند نفر شفا گرفتند؟ دستتان را بلند کنید و خدا را شکر کنید. پس برادرم شما؟ این دستم بود. در یک مارکتی کار میکردم و مجبور بودم اجناس سنگین را بلند کنم. ببینید دیگر خوب شدم. با نام خیلی خوب. پس شما؟ بعد از عمل جراحی زخم داشتم. چند وقت پیش عمل جراحی شدید؟ دو سال پیش. کاری را که قبلا نمیتوانستید انجام دهید؟ نمیتونستم چون خیلی درد میکرد. فیزیوتراپی هم رفتم اما پس از دو ناپدید شد. برادرم برای شما چه اتفاق افتاده؟ خواهید چه شهادتی را بدهی؟ چند روزی بود که در دست راستم درد داشتم. هیچ نمی دانستم که از کجا شروع شد. الان رفت شد؟ دیگر خوب شدم. در واقع چیزی که مهم است از بین رفتن درد است. خب برادرم شما چطور؟ هنگامی که به اینجا می آمدم دستم خیلی درد میکرد. اما دیگه هیچ دردی را حس نمی کنم. اکنون را گرد هم می آوریم و عیسی مسیح را تشویق می کنیم. به عقب برمیگردیم سریع میکا میکا کجا بود خواهران برادران این پیام خیلی مهم است عیسی مسیح برای کسانی که به او متعلق هستند چه میکند میکا چهار پنج و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در کبریایی اسم یهوه خدای خیش گله خود را خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساکن خواهند شد زیرا که او الان تا اکسای زمین بزرگ خواهد شد عیسی میخواهد زندگیتان را رهبری کند اما با قدرتی که از خداوند گرفته عیسی فقط سرتان را خم کرده و یا سر به شانه هایتان گذاشته و گری کردنتان را نمیخواهد عیسی خیلی رنج میکشم بسیار خوب عیسی با خوشی بلند کردنتان را میخواهد عیسی خوب شدم سپاسگزارم مرا نجات دادی به من زندگی دادی خدایا عیسی برای فریب دادن کسی نیامده او برای هر یک از نجات ما آمده او میخواهد زندگیتان را هدایت کند او میخواهد به زندگیتان رسیدگی کند و میخواهد شما را جایی که میخواهید ببرد اما همیشه با قدرتی که از خداوند دریافت کرده پدر برای همه این جمع هم دعا میکنم با ایمان دعا میکنم و میگویم که شیطان دستت را از سر این افراد بردار با نام عیسی مسیح